نخستین ساعت بامداد امروز هواپیماهای عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در صنعا پایتخت و عدن در جنوب یمن حمله کردند. حمله هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها با حمایت اطلاعاتی آمریکا همراه بوده است. این عملیات که طوفان قاطع نامیده شده، در حالی شروع شده که روز گذشته اخباری مبنی بر تجمع نیروهای نظامی و سلاح‌های سنگین ارتش عربستان سعودی در مرز یمن منتشر شده بود. عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در آمریکا، در یک نشست خبری گفت عملیات هوایی آن کشور در یمن برای بازگرداندن قدرت به دولت برکنار شده آن به دست شورشیان حوثی آغاز شده است. به گفته این مقام عربستان سعودی، آن کشور به همراه ائتلافی که شامل نزدیک به 10 کشور است، قصد دارند جلوی پیشروی حوثی‌ها را بگیرند. همزمان در حالی که برخی خبرگزاری‌ها از تصرف فرودگاه عدن توسط حوثی‌ها خبر دادند، برخی خبرگزاری‌ها نیز گزارش‌هایی از تصرف پایگاهی در 60 کیلومتری عدن جنوبی منتشر کردند. سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفته است ما هر کاری می‌کنیم تا قدرت را به دولت مشروع یمن بازگردانیم. اشاره این مقام رسمی عربستان سعودی به دولت عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن است که از صنعا پایتخت به عدن رفته بود. سازمان ملل متحد همچنان آقای هادی را به عنوان رئیس دولت یمن به رسمیت می‌شناسد. عادل الجبیر اشاره‌ای به نام دیگر کشورهایی که در ائتلاف برای بازگرداندن قدرت به دولت برکنار شده شرکت دارند نکرده، اما گفته است نیروهای نظامی آمریکا دخالتی در حملات هوایی ندارند. در این حال خبرگزاری فرانسه میگوید عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که می‌خواهند به درخواست رئیس جمهوری یمن پاسخ مثبت داده و از یمن و مردمش در برابر شبه نظامیان حوثی دفاع کنند. مصر، سودان، اردن، مغرب و پاکستان نیز عربستان سعودی و متحدانش را در حمله به حوثی‌ها یاری می‌کنند. عربستان با اعلام کنترل آسمان و آب‌های یمن به طور غیر مستقیم به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد از ارسال هواپیما و کشتی به یمن خودداری کند. کاخ سفید میگوید ایالات متحده از نزدیک با عربستان سعودی و قدرت‌های منطقه در عملیات نظامی آنها علیه شورشیان حوثی در یمن هماهنگ است و برای حمایت از همپیمانان و منافع خود از آنان حمایت اطلاعاتی و لوجستیکی می‌کند. چند ساعت پس از اعلام خبر حمله به یمن توسط سفیر عربستان سعودی در آمریکا، برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه‌ای گفته است باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اجازه تدارک حمایت لوجستیک و اطلاعاتی از عملیات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را صادر کرده است. از نخستین ساعت صبح امروز منابع خبری یمنی گزارش‌های ضد و نقیضی درباره کشته شدن شماری از رهبران برجسته حوثی‌ها در حمله هوایی جنگنده‌های سعودی به صنعا منتشر کردند. بنابر گزارش العربیه، عبدالخالق حوثی، یوسف المدانی و الفیشی کشته و محمد علی الحوثی، رئیس کمیته های انقلاب، نیز به شدت زخمی شده است. در این عملیات 30 جنگنده پیشرفته اماراتی، 10 جنگنده قطری، 15 جنگنده از کویت، 15 جنگنده از بحرین، 15 جنگنده از اردن و 3 جنگنده از سودان و بیش از 100 هواپیمای جنگنده سعودی شرکت دارند. مصر نیز اعلام کرده با تمام قوای نظامیش از دولت مشروع یمن حمایت خواهد کرد. قاهره اعلام کرده که ناوگان دریایی و جنگنده های این کشور از ائتلاف کشورهای خلیج فارس علیه حوثی ها پشتیبانی می کند. فرمانده مرکزی عملیات طوفان قاطع به همه کشتی ها هشدار داد که از نزدیک شدن به بنادر یمن خودداری کنند. منابع خبری می گویند اتاق عملیات مشترک حوثی ها در صنعا مورد هدف قرار گرفته و کاملا تخریب شده است. بنابر گزارش های منتشره، هدف عملیات طوفان قاطع از بین بردن امکانات نظامی تحت اختیار حوثی‌ها، نابودی پایگاه‌های فرماندهی آنان بوده است که با انجام عملیات هوایی امکان پذیر است. هنوز اخباری دال بر حضور سربازان عربستان سعودی در یمن منتشر نشده است. یمن عرصه مواجهه بین ایران و عربستان شده. منتها ایران همیشه به طور غیر مستقیم دوست داشت که
در این جنگ شرکت کنه و منافع خودش رو دنبال کنه از طریق نیروهای مثل حوثی یا حسن نصرالله در لبنان یا هادی العامری در عراق. ولی اینکه الان این وابستگان به ایران این چنین دچار مشکل شدن، من بعید میدونم که جمهوری اسلامی به کمک اونها بشتابه، چون که تا وقتی که میتونه به طور غیر مستقیم از اونها استفاده میکنه این کار رو انجام میده، ولی وقتی که اینها به کمکش به شکل مستقیم، یعنی که بایستی نیرو وارد کنه به جنگ و به شکل مستقیم وارد جنگ بشه، اینو بعید میدونم. به همین خاطر الان چیزی که در ایران داره اتفاق میفته میشه به چند دسته تقسیمش کرد، در واقع یه مشت به شعارهایی برمیگرده که خبرگزاری های وابسته به سپاه دارن مطرح میکنن، اینکه حوثی ها در کنار مرز عربستان تجمع کردن، خشمگینن، دارن تظاهرات میکنن و از این پروپاگانده هایی که هیچ اثری در وضعیت حوثی ها نداره. یک نوع واکنش ها مربوط به مسئولان وزارت خارجه ایرانه که اینها ممکنه واقعا بخوان کاری انجام بدن، یا واقعا ظریف در پی اینه که یک راه میانه برای موضوع یمن پیدا کنه و همکاری کنه با کشورهای منطقه، اما نه ظریف و نه آقای روحانی از اون چنان قدرتی برخوردار نیستن که بتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین صحبت اینها هم زیاد ارزش سیاسی نداره، منتها اون چه که الان ارزش داره این که وضعیت جبهه اصلا به نفع حوثی ها نیست. در واقع تا زمانی که حوثی ها میتونستن بتازن و مناطق مختلفی را فتح کنن، یک سری از فرماندهان سابق ارتش که با آقای علی عبدالله صالح وابستن به شکلی دنبال اونها را میافتادن و به اونها کمک میکردن، و به شکلی دیگه قبایلی که اینها معمولا بر اسب برنده شرط بندی میکنن دنبال حوثی ها را افتاده بودن. الان که حوثی ها به این شکل زمینگیر میشن و در روزهای آینده بیشتر زمینگیر خواهند شد، این نیروها هم از کنار آنها خواهند رفت. این وضعیتی که پیش آمده به اعتقاد من مقصر اصلی جمهوری اسلامی وارد حوزه منافع کشورهای دیگه شده و الان وضعیت به این شکل بر سر آن بر میگرده. جمهوری اسلامی ایران عملیات نظامی عربستان در یمن را محکوم کرد. مرضیه یعفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن حمله هوایی عربستان سعودی به یمن، اقدام ریاض را گامی خطرناک و مغایر با مسئولیت‌های بین‌المللی در احترام به حاکمیت ملی کشورها دانسته و گفته است توسل به عملیات نظامی علیه یمن که درگیر بحران داخلی و مقابله با تروریسم است موجب گسترش دامنه بحران خواهد شد. وی خواستار توقف فوری حملات هوایی و سایر اقدامات جنگی علیه کشور و مردم یمن شده و هشدار داده است این تجاوز نتیجه جز گسترش تروریسم و افراطی‌گری نخواهد داشت و ناامنی را به کل منطقه تسری خواهد داد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبری العالم خواستار توقف فوری عملیات نظامی عربستان در یمن شده و گفته است این عملیات منطقه را گرفتار تنش بیشتر خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه که به منظور دیدار و گفتگو با میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه و معاون وزارت خارجه روسیه و رایزنی با دیگر مقامات روسیه در مسکو به سر میبرد گفته است موضع ایران درباره حل مسائل یمن واگذاری امور به نمایندگان احزاب داخلی و پشتیبانی از یک پارچگی این کشور با تقویت گفتگوهای داخلی است. اما در تهران رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عربستان سعودی هشدار داده است. علاءالدین بروجردی ضمن محکومیت حمله عربستان به یمن گفت این آتش افروزی بدون تردید پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد و با توجه به حساسیت‌های منطقه جهان اسلام در ابعاد گسترده‌ای دچار بحران می‌شود. آقای بروجردی گفته است اینکه عربستان آتش جنگ جدیدی در منطقه برافروخته نشان از بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی به مشکلات امت اسلامی است و دود این آتش به چشم خود عربستان خواهد رفت، چرا که جنگ همیشه محدود به یک نقطه باقی نمی‌ماند.
جمهوری اسلامی ایران با مداخله مستقیم در یمن که مرز مشترکی با ایران ندارد، تهدیدی جدی برای سعودی‌ها و کشورهای حوزه دریای سرخ و خلیج فارس به شمار می‌رود و به گفته ناظران کاملا آشکار است که این کشورها به ویژه سعودی‌ها دست روی دست نخواهند گذاشت تا یمن به دست شیعیان تندرو بیفتد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه نیروهای مسلح و مردم یمن به دفاع از تمامیت ارضی کشور برشان خواهند پرداخت گفته است امیدواریم که این عملیات نظامی هرچه سریع تر متوقف و مشکل یمن از طریق سیاسی حل شود. در روزهای اخیر در سطح بین المللی توجه بیشتری به نقش ایران در درگیری‌های داخلی در یمن نشان داده شده است. برخی از تحلیلگران ناآرامی‌ها و نبردها در یمن را نوعی جنگ نیابتی میان قدرت‌های منطقه می‌دانند، به ویژه میان ایران که حامی حوثی‌هاست و از سوی دیگر عربستان سعودی. خبرگزاری رویترز پیشتر در گزارشی گفته بود درگیری‌ها در یمن خطر شکل‌گیری یک جنگ نیابتی را افزایش داده است. هنوز خبری از واکنش عملی ایران در قبال حمله عربستان به مواضع حوثی‌ها منتشر نشده است، اما رسانه‌های ایرانی نزدیک به سپاه شواهدی از ارتباط نزدیک با حوثی‌ها به دست می‌دهند. منابع ایرانی از عملیات عربستان سعودی با عنوان تجاوز عربستان به خاک یمن نام میبرند و حضور مشاوران سپاه در یمن و کمک‌های نظامی به حوثی‌ها را یاری رساندن به برادران انقلابی شیعه قلمداد می‌کنند. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران است، در لحظات اولیه آغاز حمله عربستان به یمن، اولین موشک از استان سعده به سوی خاک عربستان شلیک شده است. علی العماد عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله در گفتگو با شبکه خبری المیادین تاکید کرده است ملت یمن برای رویارویی با تجاوزها با یکدیگر متحد می‌شوند و جنبش انصارالله آخرین تحولات را به دقت بررسی می‌کند. این در حالی است که حمله نظامی به یمن به تقاضای دولت قانونی یمن انجام شده است. خبرگزاری تسنیم همچنین نوشته است عربستان سعودی با همکاری آمریکا، مصر، بحرین، امارات، قطر و کویت به یمن حمله کرده است. این خبرگزاری همچنین از همکاری پاکستان و ترکیه با ائتلاف به رهبری عربستان در حمله به یمن خبر داده است. به گزارش منابع ایرانی در حملات هوایی تاکنون 25 نفر کشته شدند. ایران از هفته گذشته یک خط هوایی فعال را میان تهران و صنعا به راه انداخته است که هدف آن انتقال مجروحان از یمن و انتقال کمک‌های بهداشتی و انسانی اعلام شده است. دو روز پیش عمر البشیر رئیس جمهوری سودان پس از سفری به ریاض و دریافت وعده‌های کمک‌های اقتصادی در یک چرخش آشکار دستور تعطیلی کلیه مراکز فرهنگی و مذهبی ایران و اخراج کارکنانش را صادر کرد. بشیر وعده داد از این پس اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران به نشر فرهنگ شیعه در کشورش بپردازند. در تازه ترین خبر از حادثه سقوط ایرباس جرمن وینگز، دادستان شهر مارسی امروز پنجشنبه 6 فروردین ماه اعلام کرد کمک خلبان هواپیما پس از تنها شدن در کابین هواپیما را عمدن رو به زمین هدایت کرده و باعث سقوط آن شده است. روبن بریز دادستان شهر مارسی در عین حال احتمال تروریست بودن کمک خلبان را که خلبان را به کابین راه نمی‌دهد رد کرده است. شواهد به دست آمده از مکالمات ضبط شده در کابین خلبان پرواز جرمن وینگز که روز سه‌شنبه در فرانسه سقوط کرد نشان می‌دهد یکی از دو خلبان دقایقی پیش از سقوط کابین را ترک کرده و پس از آن به دلیل بسته بودن در نتوانسته به کابین بازگردد. هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت جرمن وینگز روز سه‌شنبه 4 فروردین ماه در مسیر بارسلون به دوسلدورف در ارتفاعات آلپ سقوط کرد و تمامی 150 تن سرنشین آن از جمله دو خبرنگار ایرانی به نام‌های میلاد حجت الاسلامی خبرنگار خبرگزاری تسنیم و حسین جوادی خبرنگار روزنامه وطن امروز جان باختند. خلبان هنگامی که قصد داشته وارد کابین شود با در بسته مواجه شده و کمک خلبان به درخواست او برای باز کردن در کابین هیچ واکنشی نشان نداده است. این در حالی است که صدای نفس کشیدن کمک خلبان هنوز شنیده می شده و این نشان می دهد که او هنوز زنده بوده است.
یک مقام نزدیک به تیم تحقیق که نخواسته نامش فاش شود به نیویورک تایمز گفته است مردی که خارج از کابین مانده بود ابتدا به آرامی در میزند، اما هیچ پاسخی از داخل کابین داده نمی شود و می افزاید سپس او ضربات محکمتری به در میزند، اما همچنان پاسخی نمی آید. به گفته این مقام آگاه هنوز مشخص نیست که چرا این فرد از کابین خارج شده، اما کاملا آشکار است که او تلاش میکند تا در کابین را از بیرون باز کند. یک منبع خبری نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است صداهای ضبط شده کابین خلبان نشان میدهد که یکی از صندلی های خلبان به عقب کشیده شده و در کابین باز و بسته می شود و پس از آن تا زمان سقوط هیچ مکالمه ای صورت نمی گیرد. به گفته این منبع خبری هنوز سوالات بی پاسخ زیادی در مورد سقوط این هواپیما وجود دارد. صبح امروز در لوزان سوئیس بار دیگر محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه معاونانشان در برابر یکدیگر قرار گرفتند. گفته می شود در جلسه امروز بحث اصلی بر سر برطرف کردن آخرین اختلافات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک بوده است. مذاکرات در حالی آغاز شد که مقام‌های رسمی آمریکایی اعلام کرده بودند حصول توافق هسته‌ای با ایران و خاتمه مذاکرات 10 ساله در دسترس است و آمریکا راه دستیابی به این توافق را پیش روی خود می‌بیند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا که جان کری را در سفرش به لوزان سوئیس همراهی می‌کند به خبرنگاران گفته است آمریکا بر این باور است که می‌تواند تا روز 11 فروردین با ایران توافق کند. این مقام آمریکایی موعد 11 فروردین را موعدی حقیقی و مهم نامیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به نزدیک شدن به موعد مقرر دور تازیه مذاکرات را بسیار حساس خوانده است. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران به معنای آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه خواهد بود. آقای هامون گفته است که همچنان مصر است که عدم توافق بهتر از توافق بد است، اما باید چشم‌ها را به روی گزینه‌های دیگر نیز باز کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا می‌گوید عدم توافق به معنای آن خواهد بود که هیچ محدودیتی متوجه غنی‌سازی، گسترش و آزمایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای خاورمیانه‌ای بی‌ثبات‌تر و احتمالاً آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در این منطقه خواهد بود. فیلیپ هامون در ادامه تأکید کرده که درها به روی حصول توافق باز است و ایران باید قدم پیش گذاشته و وارد شود. روز گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین از فهرستی از توافقات عینی خبر داد که قرار است در مذاکراتی که از امروز آغاز شده است بر سر آن توافق شود. مقام مورد استناد روزنامه گاردین گفته است که به احتمال زیاد بخش زیادی از آنچه که در مذاکرات این هفته به دست می آید تا زمان مشخص شدن نسخه نهایی راهکار جامع محرمانه باقی می ماند. روزنامه گاردین می نویسد یکی از احتمالات این است که یک بیانیه شامل اطلاعات مربوط به مذاکرات به گونه مبهم به صورت عمومی منتشر شود و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جزئیات بیشتری را در مورد آن در یک نشست پشت درهای بسته به کنگره ارائه دهد. بنابر این گزارش ظرفیت غنی‌سازی ایران، طول دوره اجرایی توافق، آینده راکتور آب سنگین عراق، وضعیت سایت فردو و همچنین زمانبندی لغو تحریم‌ها از مواردی است که انتظار می‌رود در توافق چارچوب مشخص شوند. بنابر گزارش گاردین، پنج به علاوه یک همچنان در برابر خواسته ایران مبنی بر اینکه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در ابتدای روند لغو شوند مقاومت می‌کند، اما توافقی عمومی وجود دارد که کاهش تحریم‌های اصلی اقتصادی و مالی باید در مراحل اولیه صورت گیرد تا مردم ایران به سرعت از اوایل توافق بهره‌مند شوند. مقام غربی مورد اشاره گاردین همچنین گفته است می‌خواهیم وقتی توافق شد به مردم ایران نشان دهیم که دارد نتیجه می‌دهد و راه را برای روابطی سازنده‌تر با بقیه جهان باز می‌کند. گاردین در پایان نوشته است پس از مخالفت‌های فرانسه که معتقد است آمریکا دارد برای توافق عجله می‌کند
واشنگتن به پاریس اطمینان داده که برای اینکه فقط ضرب العجل پایان ماه مارس محقق شود امتیاز نمی‌دهد. مقام ارشد اروپایی می‌گوید ما متحد هستیم حتی اگر در مورد برخی موضوعات موضع متفاوتی داشته باشیم. در حالی که دولت حسن روحانی درگیر مذاکرات پیچیده و حساس با آمریکا و طرف‌های غربی است، در فضای سیاسی داخلی ایران نشانه‌هایی از حمایت رهبر جمهوری اسلامی و طیف‌های سیاسی رقیب با دولت روحانی به چشم می‌خورد. حضور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسمی که به خاطر درگذشت مادر آقای روحانی برگزار شده بود و ارسال موج بی سابقه ای از تسلیت ها به آقای روحانی نشانه ای از حمایت سیاسی از او تلقی شده است. حضور رهبر جمهوری اسلامی در مراسم ترحیم مادر حسن روحانی رفتاری کم سابقه تلقی شده است. علی خامنه ای در دوران رهبری خود در مواقعی انگشت شمار در مجلس ترحیم برخی افراد حاضر بوده است. ماه گذشته وقتی اخباری مبنی بر حضور آقای خامنه ای در منزل محمود احمدی نژاد برای تسلیت گفتن به وی به دلیل مرگ مادرش منتشر شد، دفتر آقای خامنه ای آن را تکذیب کرد. در نشانهای دیگر برای حمایت در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را سال همدلی نامیده است، مجلسی است که طیف‌های غالباً منتقد آقای روحانی در قم سازمان دادند. مجلس بزرگداشت برای مادر آقای روحانی در قم با سفر او به قم همراه بوده است. در این مراسم که از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و جامعه مصطفی العالمیه و جمعی از نهادهای فرهنگی و حوزوی برگزار شد، شماری از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای مجلس خبرگان رهبری، هیئت دولت و جمعی از مقام‌های استانی نیز حضور داشتند. آقای روحانی عصر چهارشنبه برای شرکت در این مراسم وارد قم شد.